این نشست برای بیرون رفت از بحران کنونی انتخاباتی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برگزار شد. اگر این بار انتخابات به بن‌بست برود، این سومین بار انتخابات ریاست جمهوری میشد. دیگر فاتح جمهوریت را باید خواند. محمد حکیم تورسن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از رئیسان کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد تا پای جان برای شفافیت انتخابات استادگی کنند. خیر است اگر یکیتان کشته میشین، ولی تاریخ بر همه زنده. اگر خدا نخواسته زنده بمانین و با این نام که تخطی و تقلب دیگه بازوروخ زمان است که به حساب مرگتان بهترتر خواهد بود. اما نمایندگان شماری از دسته های انتخاباتی کمیسیون های انتخاباتی را به علت همگانی نساختن نام های کسانی که به گفته آنان در روند انتخابات در حدود 1,000,000 رای را تقلب کرده اند به جانبداری از مجرمین انتخاباتی متهم می سازند. یافته های نهادها و ناظرای ملی و بین المللی و مشاهدین نشان داده که در این مراکز محلات بازشماری شده هم کلانترین تقلبات و جرائم انتخاباتی مشاهد گردیده است. شما مگر ندیدین که در جریان کمپاین انتخاباتی قانون اساسی نقض شد؟ ماده سری قانون اساسی نقض شده توسط یک شخص. چرا این مجلس نمیکنین حذف؟ مگر قانون نقض کردن جرم نیست؟ مجرم میتونه من حیث کاندیدا باشه؟ شما محمود پوپل. این انتقادها با واکنش تند و درگیری لفظی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از نمایندگان دسته های انتخاباتی روبرو می شود. رئیس کمیسیون در حالی که آقای ابراهیم زی را به عقده گشایی متهم می سازد، دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله را نیز به گروگانگیری روند انتخابات متهم می کند و تأکید می کند که نتایج نخستین انتخابات را به زودی اعلام خواهد کرد. اینجا ما توهین می شیم. فلانی آرا را نمی فهمه، دیگه نمی فهمه. متی الله خان برای ما گفت مرا رئیس ایتی کو از ما حمایت کو. همی قسمی اعلانو، همی ابتدایی اعلانو. هر چود که منفر مشکل نری، آقای قانون، آقای اصول، آقای معبس و آقای آقای. شاید یک کسی از یک تاریخ خانه ای، از یک پشت دیواری، یک نتیجه ای اعلان بکنه، اما با اطمینانی کامل میگم که هیچ حکومتی تقلبی در افغانستان دیگر حاکم شده نمیتونه. در این میان دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله و نیز شماری دیگر از این دسته های انتخاباتی اعلام هرگونه نتایج را پیش از روشن شدن به گفته آنان در حدود 300,000 رای تقلبی نادرست می دانند. اما دسته انتخاباتی اشرف غنی و نیز شماری از نمایندگان احزاب بر اعلام نتایج نخستین تاکید می ورزند. 7 رقم معلومات در اینجا است، اما قانونتان طرز عملتان میگه که در صورتی که آمار با هم نخوانه اینو میره در تفتیش. شما که فیصله نکردید که بار در تفتیش. برای حل مولای صاحب محترم همیز که کمیسونا را با کارشان بگذاریم و الا کمیسونا مجبور میشه و ما حق داریم که برش بگویم که خیزود اعلان کو. آرام بشی. خورد بچه هستی هنوز دانت بوی شیر میتا تقلبه تو نمیفهمی که چه قسم نشان. این نشست همچنان با درگیری های لفظی نمایندگان احزاب و دسته های انتخاباتی به همراه بود و در فرجام نیز بی نتیجه پایان یافت. گفتمان دو ماستری را ببره سر تبنگ بفروشه، اما اخلاق یاد بگیر.